بازم سلام میکنم و خوش آمد میگم به همه شما عزیزانی که دعوت ما رو پذیرفتید که امروز در خدمتتون باشیم. متاسفانه احتمال زیاد مینا عدی نتونه همراه ما باشه، تماس گرفت که متاسفانه شرایطش آماده نیست به خاطر مسئله جسمی و امیدواریم که هرچی زودتر بهبود پیدا بکنه. جمع عزیزانی رو امروز همراه خودمون داریم تا نگاهی کنیم به یکی از شاید مهمترین مباحثی که این روزها در محافل سیاسی مطرح هستش، بحث به هر حال آینده این انقلاب ژینا و نقش رهبری اون، نقش جایگزینی اون و اینکه به هر حال چه دستورالعمل‌هایی رو میشه داشت. اگر به هر حال دنبال کرده باشید، در 14 فوریه 2020 تشکل منشور 12 بندی رو منتشر کردن که من لینک اون رو در همین اتاق بالا گذاشتم که این لینک در واقع زبانهای عربی، کردی، فارسی، انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی و ترکی هستش که این منشور ترجمه شده به اون. عرضم به حضورتون که از مفاد اون در واقع بند چهارم این منشور و بررسی داره به وضعیت حقوق زنان به مناسبت 8 مارس. امروز یعنی در واقع 8 مارس رو به همه شما عزیزان از همین قبل تبریک میگیم و به مناسبت اون خواستیم که امروز نگاهی داشته باشیم به منشور به وضعیت موضوع زنان و به هر حال منشورهای دیگه هم در همین چند روز بیرون اومد، از میرحسین موسوی تا 6 نفری که به عنوان منشور مهسا یک بیانیه رو منتشر کردن. امروز ستار عزیز، ستار رحمانی همراه من هست که مدیرتور برنامه هست. ما به هر یک از دوستان عزیزمون مهمانان بالا چیزی حدود 5-6 دقیقه فرصت میدیم تا بحث خودشون رو باز بکنن، بعد دوره میگردیم و در این حال مایلیم که شما عزیزان هم در بحث ما شرکت کنید و اون رو پربارتر کنید. لطفا اتاق رو شیر کنید و دعوت کنید دوستانتونم بیان. موضوع مهمی هست، مسئله زنان بسیار مهمه و این موضوع است که به هر حال 43 سال هست که حداقل در جمهوری اسلامی، در حیات جمهوری اسلامی زنان برای حقوق خودشون مبارزه کردن. باید ببینیم که نیروهایی که قرار جایگزین اون باشن و آلترناتیو ها چه برنامه هایی رو دارن و این مهم است که اون رو از زوایای مختلف بشکافیم. اگر صحبتی هست ستار جان، صحبت شما موردی دارید اشاره کنید بفرمایید، وگرنه بحث رو با رفقایمون آغاز کنید. ستار عزیز میکروفونت بسته است اگر صدای منو داری. اگرم صدای منو نداری اجازه بدی ما بریم سراغ رفیقمون مریم جزایری. مریم جان سلام، خوش آمدی. صدای منو اگر داری میکروفونتون رو باز کنید و راجع به بحث امروز ما نظراتتون رو بشنویم، بفرمایید. بله صدای شما رو دارم. سلام عرض میکنم خدمت شما، رادیو پیام عزیز و بقیه دوستانی که در این جلسه حضور دارن و ستار عزیز، امیدوارم که میکروفونش درست بشه. در هر حال بله موضوع مهمی هست. ادامه بدم یا منتظر ستار؟ نه ادامه بدید، ادامه بدید. به هر حال این درسته موضوع بسیار مهمی هستش، به ویژه در رابطه با اینکه بالاخره چه آینده‌ای می‌خوایم و اصلا این معضلاتی که مقابل پای ماست در نتیجه کارکرد چه سیستم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به وجود اومده. چنانچه
در رابطه با این مسئله روم که از کجا میاد و از کجا نشأت میگیره، طبعاً راه حلمون هم نخواهد تونست منطبق بر واقعیت و جوابی علمی و در نتیجه مؤثر و قدرتمند در مقابل تمام نیروهای سیاسی دیگری که به وضوح طبقات حاکمه استثمارگر سرمایه‌داری رو نمایندگی می‌کنند، اما با داعیه به اصطلاح صاحب این خیزش شدن به میدون اومدن که این منشور مطالبات حداقلی هم اشاره‌ای به اون داره و از فهوای کلامش روشنه که یک واکنشی به اون هم هست، تا اینکه مانع از چنین به اصطلاح ادعاهایی بشه. یکی از نکات بسیار مهم در رابطه با خیزش ژینا، یا شاید بشه گفتش که مهمترین ویژگیش، این هستش که جرقش و ضدیت با حجاب اجباری زد. و هرچند که یک سری از جریانات دوستان و عزیزان و غیر و اینها استدلال می کردن که این خیزش فقط در مورد حجاب نیست، که البته فقط در مورد حجاب به صورت در خود و برای خود نبود، چون رسید به تعیین تکلیف با این حکومت با شعار مرگ بر جمهوری اسلامی، ولیکن خیلی مهم بود که جرقه این خیزش رو حجاب اجباری زد. و چون حجاب اجباری فقط یک پوشش نیست، هرچند جریان‌های به اصطلاح لیبرال، بورژوای لیبرال، سلطنت طلب و غیره همواره سعی کردن مسئله حجاب اجباری رو تقلیل بدن به عدم آزادی پوشش، اما در واقع حجاب اجباری نماد و فشرده پدر مرد سالاری در این رژیم تئوکراتیک فاشیست هستش و فشرده ستم بر زن هستش، و به این معنا یکی از یا شاید بشه گفت یکی از چهار ستون، اگر این رژیم چهار ستون داشته باشه، چهار ستون ایدئولوژیک، ستون این رژیمه. یعنی حجاب اجباری این معنا رو داره، حجاب اجباری معنای رژیم تئوکراسی حاکم در ایران رو داره و خیلی با همدیگه ادغام شده است، و در واقع این رژیم حکومت دین مدارش رو از طریق نوعی که زنان رو کنترل میکنه، و این حجاب نمادش هستش ولی محدود به اون نیست، ولی نماد بسیار مهمی هستش برای این رژیم، و در حتی در شعارهای گوناگونش که خواهر من سنگر تو مهمتر از مبارزه ما علیه آمریکاست و اینها منعکس شده. و باید بگم که متاسفم که در منشور مطالبات حداقلی چنین خواستی نیومده، و در پوشش مخالفت با تبعیض علیه زنان یا خواست برابری و غیره اینها اومده، و این ویژگی حجاب اجباری در استیلای این رژیم و در تحکیم این رژیم که از طریق اون موقعیت نیمی از به اصطلاح مردم جامعه رو تعیین میکرد و بر چشم نیم دیگر حجاب میکشید رو، این رو با صراحت مشخص نکرده و با صراحت در مطالباتش نگنجونده. و این حجاب، و خیلی مهم بود که مشروعیت این رژیم با حجاب سوزان و تخطی از خط قرمزهای این رژیم به اصطلاح سوخت، و این مسئله اینقدر مهم بود که حتی آدمی مثل مولوی عبدالحمید که خیلی تلاش میکنه به یکی از مراکز سیاسی و سخنگوی این به اصطلاح خیزش تبدیل بشه، حداقل یعنی خودشو محدود به بلوچستان هم نمی کنه،
که اومد گفتش که حالا حجاب رو نسوزونید چون چیز خوبی هستش، در حالی که چیز خوبی نیستش. و این خیلی مهم هستش که با صراحت در مطالبات تمام جنبش‌های اجتماعی بیاد که این حجاب اجباری نماد این رژیم هستش و بیدلیل نبود که این رژیم هم گفتش که حجاب بهانه است، کل رژیم نشان است، چون خود حجاب اصلا ادغام شده با وجود به اصطلاح عمل کرده این رژیم تئوکراتیک. و خیلی یعنی باز هم بیدلیل نبود که این خیزش که بگم اصلا انقدر این خیزش بزرگ بود که ما در اولین اطلاعیه های مربوط به تحلیل از اون نوشتیم که مانند جنگ اوکراین بسیاری از پارامترهای سیاسی رو تو خاورمیانه و جهان این جابجا کرد و هرچه که بیشتر رفت جلو این رو دیدیم. و مطالبه دیگر این خیزش که باز هم با پافشاری مرتباً بیان شده، اون هم در این منشور نیست، مسئله سرنگونی این رژیم. حالا آدم میتونه تو پرانتز بگه که به خاطر مسائل امنیتی و ملاحظات آنچنانی بوده، در هر حال یعنی، ولی مهمه که اینها رو ما به رسمیت بشناسیم که این خیزش از خودش چه مسائل مهمی رو که درست هست و بیان واقعیت هست بروز داده، چون همیشه جنبش ها اینطوری نیستش که هرچی از خودشون بروز میدن بیان واقعیت به اصطلاح جامعه هستش و این انعکاس اون هست، ولی در این مورد چنین بوده. و یکی از نکات مهم دیگه باز این بوده که خیلی سریع این خیزش زنان در ایران، زنان جهان باهاش همزاد پنداری کردن و این هم باز بیدلیل نیست. این هم برمیگرده به موقعیتی که نه فقط زنان ایران بلکه تمام زنان جهان به اصطلاح در نتیجه به ویژه تغییر و تحولاتی که در نظام سرمایه‌داری جهانی در 30 سال گذشته به وجود اومده پیدا کردن و زنان ایران هم جدا از اون نبودن، یعنی تمام اون گلوبالیزاسیون امپریالیستی که همه جا بوده شامل ایران هم بوده و واژه زنانه شدن بازار کار و فقر کمابیش این موقعیت رو نمایندگی میکنه و همراه با فقر صنعت سکس به عنوان یکی از پردرآمدترین به اصطلاح صنایع سرمایه‌داری رشد کرده که آمار آخرش اینه که 45 میلیون زن برده این صنعت هستن که 80% بین 13 تا 25 سالن، اکثرا از کشورهای جنوب جهانی هستن و در این زمینه هم ایران مستثنا نیست از ترافیک زنان برای صنعت سکس جهانی که دوستان میدونن، لازم نیست واردش بشم. و باز هم آن چیزی که نیاز داره که هرچه بیشتر مستند بشه اینه که باندهای مختلف امنیتی نظامی چگونه در این جنایت هم دست دارن. مرسی مریم جان. اگر اجازه بدی ما بحث رو اینجا نگه داریم که بتونه گردش پیدا بکنه و من دوباره به شما برمیگردم که بتونیم نکاتی رو که باز هم مایلی اشاره بکنی. فقط دوستان یه لطفی بکنن وقتی من بله رو میگم به نوعی، یعنی اینکه جمع‌بندی بکنید و آماده بشید که بحث رو ببندید که من دیگه وارد صحبت شما نشم و به هر حال بی‌ادبانه نخوام صحبتتون رو قطع بکنم. اجازه بدید مریم نمازی رو داشته باشیم. مریم جان اگه صدا من رو دارین بشنویم صحبت‌های شما رو، اگرم لطف کنید در همون حد حداقل 7-8 دقیقه حد اکثر بتونید صحبت داشته باشید راحت‌تر میشه بحث رو بگردونیم و بعد بتونیم بقیه رفقایی هم که در پایین هستن بیان و نظراتشون رو با ما به اشتراک بگذارن. بفرمایید. با سلام به شما و همه کسایی که توی اتاق هستن، امیدوارم صدا میاد
و سلام گرم به تمام مردان و زنان شجاع در ایران که واقعا دارن جمهوری اسلامی رو به زانو میارن. به نظرم نکاتی که من میخوام مطرح کنم اینه که زنان در محفر در مرکز این انقلابن و شعار زن زندگی آزادی هم شعاریه که در کل جهان شنیده شده و مرکزیت زنانه بودن این انقلاب یه دلیل اصلیش اینه که به خاطر اینکه زنان است میره سراغ کلیت جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه وقتی که رهایی زن رو میخوای دیگه رفرم یا دو خردادی یا اصلاح طلبی اصلا معنا نداره و مشخصه که رهایی زن توی یک جامعه مذهبی یا حکومت مذهبی غیر ممکنه و به همین خاطرم هست انقلاب زنانه هیچ توهمی به حکومت اسلامی نداره، سکولار مدرن انتی کلریکال یعنی علیه مذهب در قدرته و تمرکزش نه فقط روی حکومت مذهبیه ولی خود مردسالاری و سیستم نابرابری و سرکوب و ناعدالتیه و این به این معنی نیست که مردان نقشی تو انقلاب ندارن یا این انقلاب فقط برای زناست، ولی نکته اینجاست که رژیمی که تمام جامعه رو با هدف گرفتن و سرکوب زنان داره تمام جامعه رو سرکوب میکنه و حکومتی که زن ستیزی یه رکن اساسی حکومتشه و اتفاقا قابل مشاهده ترین بخش قدرت این حکومته، به همین خاطر به نظرم میشه گفت که این یک انقلاب زنانه است که کلیدیه برای سرنگونی رژیم. و فکر کنم یه مسئله دیگه که روشن میکنه این واقعیت رو روش انگشت میذاره که میزان آزادی زن میزان آزادی جامعه است و به همین خاطر به نظرم بیشتر از مسئله زن است و منشور حداقل یا انقلاب ایران، کور این انقلاب زنان است، جوهر این انقلاب زنان است و حقوق و رهایی زن انحرافی و ناچیز نیست، مانند صحبت هایی که ما توی انقلاب گذشته شنیدیم و این انقلابی که امروز میبینیم نتیجه یه جنبشه رهایی بخش زنانه که آگاه متشکل شبکه های وسیعی داره و نقشی داره در رهبری ایفا میکنه. مسلمه هنوز نقش سراسری یه سازمان سراسری یه پایداری وجود نداره ولی خب این شبکه ها وجود دارن. یه نکته دیگه هم اینه که زنان جزوی از طبقه کارگرن، جدا نیستن. زنانگی فقر یک مثال اینه و اینکه زنان بیشترین میزان فقر رو دارن در ایران، یکی از پایین ترین میزان کار هستش به خاطر ساختار تبعیض آمیز و خیلی از کار زنان غیر رسمیه و شمرده نمیشه. پس به نظر من آوردن واژه مسئله زن هنوز نقش و جایگاه جنبش رهایی زن رو در این انقلاب به خوبی منعکس نمی کنه. یه چند نکتم در این چند دقیقه که مونده در رابطه با منشور صحبت کنم. یه منشور زن زندگی آزادی بود که من با چند فعالین زن تهیه کردیم. مبناش منشوری بود که در آفریقای جنوبی ازش استفاده شد و خب ایده پشت این اون بود که بعد یه کنگره باشه که خواستهای مردم توی این منشور اضافه بشن، ولی تمرکز و فوکس امروز روی منشور حداقل خواسته هاست که به نظر من منشور بسیار مهمیه. مسلمه که ایده پرفکت نیست، هر منشوری خب همیشه میتونه بهش بهبود پیدا داده بشه ولی اهمیت ویژه‌ای داره به خاطر اینکه داره صدای جنبش‌های کارگری، مدنی، اجتماعی، سیاسی رو که ما رو به این مقطع آورده که داره جمهوری اسلامی رو سرنگون می‌کنه، این صدای این جنبش‌هاست.
نمایندگی سیاسی خواسته های مردم و طبقه کارگر از پایین و داره میگه این حداقل خواسته هایی که مردم ایران میخوان و باید داشته باشن. و وقتی هم که ما اینو با منشور رضا پهلوی مقایسه میکنیم، دقیقا اهمیتش اینجا خیلی مشخص تر میشه و اینکه چطوری تکیه بر خواسته ها و خواسته های و برای بهبود زندگی مردم در مقایسه با منشور رضا پهلوی که در رابطه با تغییر قدرت از بالا. ممنون. بله، مرسی. من یه توضیح کوتاه بدم که ستار رحمانی الان توی جلسه دیگه اتفاق ضروری بود، باید میرفت، ولی برمیگرده، احتمالا چند دقیقه آینده به جمع ملحق میشه. قبل از اینکه سراغ مرجان عزیز برم، فقط بد نیست یه مقدار بعدها شاید توی صحبت ها اشاره بشه که اصولا نقش منشور چه هستش و از زاویه دید ما و خواست ما از یک منشور چه هستش، چون این خیلی مهمه که آیا منشور میتونه یک بیانیه حزبی باشه، یک بیانیه در واقع انقلاب باشه، یا یک رؤوسی است برای مشخص کردن پلتفرم آینده، که بد نیست اینا رو شاید توی صحبت ها روشن کنیم. ببخشید مرجان جان، بشنویم مرجان افتخاری، صحبت شما رو. سلام میکنم، درود میگم به مهمونان، مخصوصا رفیق امیر که این برنامه رو تنظیم کردی، تدارک دیدید و حاضری در جلسه، و همطور تبریک 8 مارس. ببینید، پیش از اینکه به منشور حداقلی و مسئله زن بپردازم، فکر میکنم ضروریه که یک نگاه کوتاهی به شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و مبارزاتی که منشور در اون منتشر شده داشته باشم. از نظر اقتصادی خیلی کوتاه و سریع، این رژیم نمیتونه و نمیخواد به بحران اقتصادی، یعنی بیکاری، گرونی، تورم افسار گسیخته و بالا رفتن نجومی قیمتها که فشار سنگینی رو به کارگرها، معلمان، بازنشستگان و لایه‌های پایینی جامعه داره، پاسخگو باشه. مردمی که روز به روز فقیرتر و تهیدست‌تر میشن و حتی دامن اون قشر به قول معروف خاکستری رو هم که نظاره‌گر بودن و محافظه‌کار گرفته. به نظر من فقر تنها به نداری و مسائل معیشتی یا نداشتن بهداشت و درمان یا محرومیت از امکانات آموزشی و بهداشتی منتهی نمیشه. فقر بنیانهای روحی، روانی، اخلاقی و ارزشی جامعه را هم از هم میپاشونه. مردمی که دائم به نداشتههاشون، به کمبودهاشون فکر میکنن، توان فکری و عملی به مسائل دیگه، حق حقوقشون و توان مبارزاتی برای تغییر شرایط زندگیشون رو از دست میدن. در واقع ما با یک جامعه با شکاف‌های طبقاتی عمیق مواجه هستیم که فقر یکی از شاخص‌های اونه. بعد این رژیم از نظر سیاسی هم توی چنبره بحران سیاسی داخلی و خارجی قرار گرفته، ولی همه‌شون در سرکوب متحد هستند. و این ترورهای شیمیایی هم تو مراکز آموزشی یک بازتاب یکی از این بحران قدرت در بالایی هاست. توی همین شرایط و اوجگیری مبارزات طبقاتی و اجتماعی که زنان پیشگامان اون هستن تو خارج از کشور، همطور هم تو داخل با جریانهای روبرو هستیم که میخوان با فضاسازی بر این موج انقلابی سوار بشن و قدرت رو از بالا تصاحب کنن، که از همه فعالتر و فاشیستی تر جریان‌های وابسته به رضا پهلویه که با امکانات زیاد مالی و رسانه‌ای تمام تلاشش رو برای قدرت گرفتن از بالا به کمک کشورهای امپریستی دارن. در مورد مسئله زنان، با توجه به این خلاصه‌ای که مطرح کردم، در بند 4 اومده، این چیزی که در مورد زنان اومده به نظر من مثل
بیانیه های اول ماه مه تو گذشته است و در موردش کلیگویی شده. انتظار می رفت با توجه به 44 سال رژیم سرمیداری اسلامی به استثمار، ستم، تبعیض‌های جنسیتی، اقتصادی، بیکاری گسترده زنان و زنانه شدن فقر روشنتر و واضحتر در منشور اعلام برنامه می شد و بیکاری گسترده زنان همطور که گفتم فقرشون و هیچ اعلام برنامه‌ای نشده و تنها به واژه لغو قوانین و فرم‌های تبعیض‌آمیز بسنده کردن. و بعدم ببینید اسلام و قوانین اسلامی به نظر من چه در شیعه و چه در سنی سه تا رکن یا پایه بنیادین داره. یکیش حجابه که مریم عزیز هم به اون اشاره کرد به عنوان نماد علنی و ایدئولوژیک اسلام و حکومت اسلامیه که زنان 44 سال در مورد این مبارزات واقعا درخشانی داشتن تو ایران. یکی دیگه و شاید مهمترین رکن بنیادین ایدئولوژی اسلامی تبعیض جنسیتی و نابرابری در سهم ارث هست بین زن و مرد که در منشور به عنوان تبعیض‌های جنسیتی پایه‌ای به اون اشاره‌ای نشده. فکر کنم برابری و رفع تبعیض جنسی در سهم ارث میتونست نابرابری‌ها، تبعیض‌ها، تحقیرها، تحقیرهای حقوقی، اجتماعی و فرهنگی مردسالاران در مورد زنان پاسخگو باشه. اگر می بود در منشور حتی برابری در سهم ارث میتونست شهادت حقوقی دو زن در برابر یک مرد رو که یکی از ارکان اسلام یعنی رکن سومش هست در مورد تبعیض‌های جنسی مطرح بکنه که واقعا یه توهین تحقیر و تحقیر زن به عنوان یه انسانه که ما متاسفانه در منشور حداقلی بیان صریح و روشن به این موارد رو که ایدئولوژی و اسلامی هستن و حقوقی هم هستن نداریم. این کمبود رو میشه توی منشور در یک کلیگویی در مورد برابری ها و رفع تبعیض ها مشاهده کرد. بعد موضوع دیگه که به نظر من تو بند 5 در مورد مذهب به عنوان یک امر خصوصی مربوط میشه اینو دید. بازم ما با یه جامعه روبرو هستیم که تعداد مساجد، حسینیه ها، تکیه ها و حوزه های علمی خیلی خیلی بیشتر از مدارس و بودجه هنگفتی هم دارن. 44 ساله که مذهب و فرهنگ مذهبی تبعیض‌های جنسیتی تن زن به عنوان نماد جنسی، دو جنسی کردن، دو جنسیتی کردن آموزش و فرهنگ، زن ستیزی، تحقیر و توهین در سیستم آموزشی نهادینه شده. خب در یه چنین وضعیتی منشور حداقلی میتونست به صراحت و روشنی از ممنوعیت تدریس متون مذهبی و پاکسازی متون از کتاب‌های آموزشی در مدارس و ارگان‌های آموزشی که دختران و زنان اولین قربانیان اون هستند رو اعلام کنه و به عبارت دیگه لایسیته یعنی جدایی کامل دستگاه مذهب و حکومت رو صریح و روشن مطرح کنه. حالا توی بخش‌های دیگه میتونم به موارد دیگه هم اشاره کنم. با توجه به وقت ممنون از وقتی که دادید. مرسی مرجان جان. من قبل از اینکه به الهه عزیز برگردم دوباره خوش آمد میگم به دوستان و رفقایی که به جمع ملحق شدن. موضوع بحث ما منشور مطالبات حداقلی 20 تشکل هستش و به مناسبت 8 مارس موضوع زن رو مورد بررسی قرار میدیم. حتما هندرایزینگ رو باز خواهیم کرد بعد از که الهه عزیز و شیوا عزیز صحبتشون کردن. حتما میخواییم که شما هم در این بحث شرکت کنید و اون رو پربارتر کنید.
در عین حال بعد نیز سالاری رو بشه در دستور کار گذاشت و به اونها جواب داد. اگر بشه اینو از همه شما درخواست بکنیم، اینکه به هر حال منشور نقشش چه هستش و چه چیزی توقع میشه ازش داشت. موضوع مهمی که به هر حال سخنرانان به اون اشاره داشتن، مسئله انقلاب ژینا هستش که ما شاهد یک خلاقیت هایی بودیم مثل آتش زدن روسری، عمامه پراکنی و مقابله مستقیم و حضور مستقیم زنان و دانش آموزان در این عرصه. و علارغم سرکوب شدید، ما مثلا چند روز پیش میبینیم که دوباره در اکباتان دختران میان و رقصی رو انجام میدن که دوباره چارچوب سیستم رو به هم میرسه. خب این قدرت و این پایه از کجا ناشی میشه و چگونه میشه این رو در مسیر انقلاب به هر حال که مدرن و مترقی که حالا از تعریف های مشخص هست رو چگونه تعریف کرد؟ الهه جان سلام دارم به شما و خوشحالم الهه صدر رو داریم، بشنویم نظر شما رو. خدمت همه رفقا و دوستان سلام عرض میکنم و روز جهانی مبارزات فمینیستی رو به همه تبریک میگم. امسال روز جهانی مبارزات فمینیستی رو در حالی برگزار کردیم که دختران جوان ما در مدارس در تمام کشور چند ماه پی در پی توسط رژیم زنستیز جمهوری اسلامی به جرم اینکه در مقابل نظام چند هزار ساله مردسالاری که در ساختارهای زن ستیزانه رژیم جمهوری اسلامی نمودش رو به وضوح در این سالها دیدیم، با گازهای سمی و شیمیایی مسموم میشن. درست 44 سال قبل، دو هفته پس از روی کار اومدن جمهوری اسلامی، روز 8 مارس به مدت 6 روز یعنی 8 مارس هزاران زن از گروه های مختلف اجتماعی، دانش آموزان مدارس بیرون اومدن و اعتراض کردند به لغو قانون حمایت خانواده و اجباری کردن حجاب و این اعتراضات 6 روز طول کشید که متاسفانه این اعتراضات مورد حمایت سازمان های چپ در اون زمان قرار نگرفت. از اون زمان اولین پایه های خشونت اوریان به زنان و نقض گسترده و سیستماتیک حقوق زنان آغاز شد. زنان در طول این 44 سال حکومت اسلامی نه تنها اختیاری بر تن، پوشش و سکسوالیته خود نداشتن، بلکه ابتدایی ترین حقوق فردی و اجتماعی هم اونها رو ازش محروم کردن و در پی این بی‌حقوقی شاهد نقض حقوق ملت‌های مختلف در جغرافیای ایران، کارگران، زحمتکشان، هویت‌های جنسی جنسیتی، اقلیت‌های مذهبی و تمامی قشرهای اجتماعی که در مقابل این سیستم غیر انسانی و وحشی مقاومت کردن بودیم و هستیم. مسلماً مبارزات زنان در تداوم مبارزات 107 ساله گذشته در ایران و با پیوند و همبستگی با مبارزات زنان خاورمیانه و مبارزات زنان در جهان معنی و محتوا پیدا میکنه. به طور مثال زنان از انقلاب مشروطیت تا به امروز به طور پیگیر در تمام مبارزات اجتماعی نقش مهمی رو ایفا کردن، اما مثلا در جنبش مشروطه بخشی از جنبش بزرگ ملی بودن. در دوران پهلوی اول با وجود اینکه رضا شاه دستاوردهای اونا رو از بین برد، ولی بخشی از این زنان همسو با سیاستهای مدرنیزاسیون رضا شاه شدند. در دوران پهلوی دوم مبارزات زنان بیشتر جنبه ضد استبداد شاه و ضد امپریالیستی داشت. زنان بیشماری، جانهای عزیز بیشماری از دست رفتن تا امروز زنان به انقلاب به مرحله انقلاب زن زندگی آزادی پا بذارن گذاشتن. در 6 ماه گذشته شاهد بودیم که زنان چطور با مبارزات شورانگیز خودشون ناممکنها رو ممکن کردن که بخشی از خلاقیت های اینا رو شما گفتید و دوستان دیگه بهش اشاره کردن.
و نقش پیشتازی مبارزه رو به عهده گرفتن و خیابون‌ها رو تسخیر کردن. نباید فراموش بکنیم البته که زن زندگی آزادی از فلسفه مبارزات زنان کرد در جنگ با داعش و پیروزی بر این نیروی جنایتکار و تبهکار گرفته شده و اونها اینطور توضیح میدن فلسفه این شعار رو که زن اولین ملت به اسارت گرفته شده در تاریخ و تا زن آزاد نشه جامعه هم آزاد نمیشه. دولت مرکزگرای مردسالار سرمایه‌دار و ناسیونالیست چه در دوره جمهوری اسلامی و چه در دوران پهلوی ها سعی میکردن که از زن یه تصویر ایدئال ارائه بدن که از اراده آزاد این زنها برای اینکه بتونن هویت یا هویت‌های مختلف خودشون رو تعریف بکنن جلوگیری کنن. ببینید همونطور که ما از مبارزات زنان کرد در رژابا تأثیر گرفتیم، مطمئناً مبارزات ما هم بر اوضاع جهان و کشورهای همسایه اثر خودش رو میذاره. قتل ژینا به خاطر بدحجابی توی گیومه اون لحظه انفجار خشم فروخورده زنان جوانی بود که از لحظه تولد زخم تبعیضات مختلف رو در تن خودشون داشتن. به همین دلیل هم درست مبارزات امروز زنان مبارزات ضد تبعیضه. ضد تبعیض، سرکوب و ستم در عرصه‌های فردی، اجتماعی، جنسی جنسیتی، ملی اتنیکی، فرهنگی، زبانی، اقتصادی، مذهبی، سیاسی و غیره. با این در هم تنیدگی سیستم‌های سرکوب در ایران و همچنین بحران زیست محیطی، عدم تأمین اولیه‌ترین حقوق معلولان، سالمندان و کودکان در ایران، این سیستم همونطور که بقیه دوستان هم گفتن نه توان اصلاح داره نه امکان تغییر و تنها راه پایان این ستم سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار یک نظام کسوتگرا دموکراتیک و سکولار با سیستم خودمدیریتی شوراییه و تشکیل یک جبهه دموکراتیک و فراملیتی ضرورت تاریخی ماست در امروز. پس از فراگیر شدن انقلاب زن زندگی آزادی شاهد موج همبستگی در میان زنان جهان هستیم. از تمام کشورها، از کشورهای خاورمیانه، افغانستان تا کشورهای آمریکای لاتین تا اروپا و آمریکا، و این نشون میده که اتحاد زنان در جهان میتونه پرچمدار رهایی بشریت از ستم و بردگی در اشکال مختلف باشه. ولی در مورد این منشورهایی که تا به حال نوشته شده، ما از منشورهایی که رفع هر گونه تبعیض رو در چارچوب مدیریت شورایی ترک کرده باشه و از درون مبارزات از پایین برای زن زندگی آزادی تنظیم شده باشه، برعکس اون منشور این شش تنی که با هم دیگه نشستن فکراشونو گذاشتن رو هم دیگه و یک منشور بسیار کودکانه و عقب مانده تنظیم کردن، حمایت میکنیم. یعنی از اون منشورهایی که تا به حال در ایران تنظیم شده، طبیعتا این منشورها حداقلی و ناکامل هستن که اگر با روند انقلاب همسو بشن و با اهداف انقلاب پیش برن تکامل پیدا میکنن. من چند تا نقد دارم به این منشور سنفی مدنی. بخشید بهم تلفن شد، قطع شد فکر کنم صدا. نه الان خوبه، الان خوب. اوکی بله، که من این رو در دور بعدی نمیخوام از 6 دقیقه که شما برای من قائل شدید تجاوز بکنم، در نتیجه توی دور بعدی نقدم رو میگم. بسیار عالی، ممنون از شما الهی جان. من بازم به همه عزیزان خوش آمد میگم. متاسفانه مینا احدی تماس گرفتن و به خاطر مشکلاتی
نتونستن همراه ما باشن. الهی جان اگه میکروفونتون هم ببندین ممنون میشم. و ستار رحمانی هم با ما بودن که الان مجبور شد بره توی جلسه اضطراری و برمیگرده، همراه ما خواهد بود. به شیوا محبوبی میریم، ولی قبل از اون اگر لطفی بکنید هم اتاق رو به اشتراک بگذارید، هم فالو بکنید، به هر حال نقد و نظر رو ممنونتون میشیم. بعد از شیوا من گزینه همرایزینگ رو باز میکنم که بیاین و در بحث شرکت کنید که بتونیم یک بحث بسیار خوبی رو ادامه بدیم و داشته باشیم. شیوا محبوبی مرسی، خوش آمدید، میکروفون رو باز کنید. مرسی امیر عزیز، سلام میکنم به همه شما عزیزان در اتاق و با تشکر از رادیو پیام با سازماندهی این برنامه های خیلی خوب. امیر جان قبل از اینکه شروع کنم، من یک ساعت دیگه میتونم در خدمتتون باشم اگه بگی تا کی ادامه داره ممنون میشم. بله در ضمن تا اون یک ساعتی که هستین، اگر نه شما بقیه دوستانی که بالا هستن، اگر صحبتی بود یا وقتی بقیه دوستان از پایین میان ملحق میشن، دو سه بار روی میکروفونتون که بزنید بعد وقت صحبت میکنید. ببخشید شیوا جان، بفهمید. خواهش میکنم. خب دوستان نکات زیادی رو گفتن و ببینین واقعا همه الان در دنیا میدونن، نه تنها مردم ایران، که این یک انقلاب بی‌نظیره، انقلاب زن زندگی آزادی در دنیا با این شکلش، با این وسعتش، اولین انقلاب زنان است، اولین انقلاب زن زندگی آزادیه و به نظر من این مهمه. من همیشه گفتم که وقتی میبینیم که شعار زن زندگی آزادی همه جا در تمام کشورها هستش، در این حالی که صدای پرقدرت زنان ایران هستش، به خاطر اینه که اون شعار رو مردم احساس ارتباط میکنن باش، اون به خودشون رب داده میشه. یکی از دوستان گفت که حتی در دنیا هم تأثیر خواهد داشت و واقعا بی نظیره، واقعا مهمه. و من فکر میکنم که در طول این 44 سال زنان بخشی از جامعه بودن، بخش مهم جامعه بودن که از همون روز اول اعتراض کردن به اشغال مختلف، ادامه دادن و وقتی که ژینا به قتل رسید، به یه معنی یک زخمی باز شد، زخمی که همه باش آشنا هستیم، نه تنها فقط زنان، کل جامعه. و برای همین اون شجاعتی که از قبل زنان داشتن رو در یه مرحله بزرگتری آورد و همین الانم با توجه به اینکه ده ها هزار نفر دستگیر شدن، واقعا بدترین شکنجه در حق بازداشت شدگان شده. تعداد زیادی با تفنگ ساچمه ای چشماشون رو از دست دادن، ولی هنوز الان مستعصل شدن، چون هنوز زنان در خیابان حاضر نیستن رو سرشون و سرشون بذارن. و این در رابطه با مبارزه علیه تبعیض که حجاب به عنوان سمبل اون هستش. خب ما میدونیم که بالاخره هر انقلابی فقط نمیتونه در اشکال خیابانی باشه، ممکنه خیلی فرسایشی بشه، بالاخره در یک شکلی باید خودش رو متشکل کنه. و در این حال میدونیم که خب این اعتراضات خیابانی در این انقلاب جاری باید همراه باشه به اعتصابات سراسری بخش‌های خیلی مهم کارگری که بتونه اون ضربه آخر رو بزنه. اما در طول همین انقلاب ما شاهد متشکل شدن نیروها هستیم، شاهد این هستیم که مردم دارن برنامه شون رو میدن، در این حالی که گروه های مختلف مثل همین 6 نفر و غیره دارن سعی میکنن رو به دنیا بگن که ما صدای مردم ایران هستیم، ما کسایی هستیم که باید جانگزین بشیم. خیلی به درستی این منشور میاد بیرون. خب ببینید این منشور ممکنه خیلی اشکالات داشته باشه، ممکنه هر کدوم از ما نکاتی به نظر میاد که باید کاملتر باشه، ولی در این حال این جایگاه سیاسیه، این منشور رو نمیتونه تغییر بده. منشور مطالبات حداقل تشکل‌های صنفی خیلی طولانی، خودتون میدونید منشور مطالبات جایگاه سیاسی که داره بی‌نظیره. یعنی واقعا شما تحت حاکمیت یک رژیم فاشیست از دل خود مردم در ایران، از طرف 20 تشکلی که خودمون میدونیم هر روز مورد حمله قرار گرفتن، فعالینش دستگیر شدن، همچین منشوری میاد بیرون. و این منشور به معنی قطب‌بندی تو جامعه رو نشون میده.
وقتی که این قطبندی به پیش میره در این اشکال نشون میده، یکی به شکل منشور مهسا که اشاره خواهم کرد فقط توهین به شعور مردمه، و یکی به شکل این منشور که میاد بیرون و داره به دنیا میگه که این یک فقط اعتراضات خیابونی نیست، این مردم خواسته دارن، میدونن چی میخوان و خیلی هم مدرن و مشخصه، در حالی که همه در رابطه با اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان سند استفاده میکنن. ما میبینیم که خب حالا جدا از انتقادهایی که بدون هست و چرا اصلا همچین اعلامیه به وجود اومد، ولی حتی خواسته هاش هزار قدم عقب‌تر از این هست. و در این حال ما شاهد منشور مطالبات پیشرو زنان هستیم که اخیراً میدونین 13 نفر از فعالین این رو منتشر کردن و این خیلی جالبه. چرا؟ به خاطر اینکه این واقعی هستش که شما میتونین یه برنامه‌ای برای ایران داشته باشید، یک منشور مطالبات داشته باشین، ولی زنان جایگاه خاصی دارن به خاطر تبعیضی که بهشون شده، نه در طول 44 سال، در طول قرنها، به خاطر اینکه ویژگی تبعیض بر زنان چیزی نیست که فقط با انقلاب از بین بره به طور واقعی، و به همین دلیل خیلی به درستی در آستانه 8 مارس این منشور مطالبات پیشرو زنان منتشر شد. ما الان با دو منشور روبرو هستیم که هر دو مکمل هم دیگه هستن، و به نظر من این منشور در واقع، شاید بگم کلش، منشور انقلابه، منشور انقلاب زن زندگی آزادیه، و چون منشور انقلابه، چون تو این قطبندی ها صدای رادیکال مردم رو داره میرسونه، خواسته هاشون رو میرسونه، به نظر من مهم ازش پشتیبانی بشه حتی اگه نقص هایی داشته باشه، چون تو شرایطی که این شرایط قطبی وجود داره باید ما جهت بگیریم، و در نتیجه این منشور به نظر من مهمه. شما از طرف منشور فقط میتونم بگم مسخره این 6 نفر رو میبینین، یعنی واقعا آدم رو عصبانی میکنه، به خاطر اینکه اسمش رو گذاشتن منشور مهسا. مهسا توسط سپاه پاسداران که همون گشت جزء سپاه پاسداران به قتل رسید، ولی اینها در مورد ادغام نیروهای نظامی سپاه در ارتش صحبت میکنن. به هر حال منظورم اینه، ما باید این منشور مطالبات یک منشور سیاسی جایگاه بسیار مهمی داره، منشور همزمان باید در مورد منشور مطالبات پیشرو زنان صحبت بشه، کار بشه، حالا صحبت میکنیم، و در سطح بین المللی به نظر من وظیفه ماست که این منشور رو در سطح بین المللی کاری بکنیم، اتحادیه ها، سازمان های بزرگ جهانی به رسمیت بشناسن. بعد میشه در رابطه با اینکه چه میشه بهش اضافه کرد، چه کار میشه کرد، این کارو کرد، ولی وقتی تو جنگ هستیم ما باید طرف درست سیاست، طرف درست قطب وایسیم، و اونه که انقلاب زن زندگی آزادی رو به پیش میبره، و به نظر من این خیلی مهمه. من دیگه زیاد صحبت نمی کنم، بعدن دوباره میام. خیلی ممنون. بله، مرسی، متشکر از شما شیوا جان. هند رایزینگ باز هستش، اگر مایل هستی که در این بحث شرکت کنید روی اون دست بزنید که شما رو بیاریم بالا و بتونید صحبت بکنید. من حالا الان میرم روی دوستانی که به استیج اومدن. در ضمن عزیزانی که به عنوان سخنران هستن لطف کنن اگر صحبتی دارن روی میکروفون یکی دو بار بزنن که من در واقع مریم جان دارم میبینم شما مریم جزائری میخوای صحبتی دارید الان، یا اینکه اجازه بدیم ما دو سه نفر از دوستانی که از پایین اومدن بشنوی و بعد نظر شما رو داشته باشیم. یعنی میخواستم به سوال شما جواب بدم که گفتین که منشور برای چی هستش و غیره. خب منشور برای اینه که افق مبارزه یه عده‌ای رو که با هم حالش جمع میشن تعیین بکنه و راه رو نشانه گذاری بکنه. اما افقی که این منشور به شکل ایجاد جامعه مدرن و جبران عقب موندگی 100 ساله رو گذاشته، یه جامعه سرمایه‌داری بدون اینکه اسمش رو بیاره، جامعه سرمایه‌داری بدون تبعیضاش، و این جامعه سرمایه‌داری ثابت کرده که هرگز تو چارچوبه اون این ستم مرد پدر سالاری حل نمیشه، به ویژه توی این مقطع که عمیقاً این روابط کارکرد و سوخت و ساز سرمایه‌داری چه در ایران چه در جهان پیوند خورده باهاش، و در واقع یکی از ویژگی‌های جمهوری اسلامی این بوده که تونسته این به اصطلاح روابط
عهد عتیق رو با شالوده سرمایه‌داری خودش پیوند بزنه و یه شکل بسیار خاصی از این ستم برزن رو ایجاد بکنه. این یه نکته بسیار مهمی بود که از صحبت‌های قبلی بوده بود مونده بود و می‌خواستم بهش تاکید کنم قبل از اینکه دوستان دیگه صحبت بکنن. مرسی از لطفت. محمد آسنگران به شما برگردیم و لطف کنید اتاق رو اشتراک بذارید و دوستانتون دعوت کنید که بیان در بحث شرکت کنن. شما هم که پایین هستید بیاین و این در بحث ما شرکت کنید. محمد آسنگران بشنید. سلام عرض میکنم خدمت همه سخنرانان و دوستایی که در استیج نیستن. من خیلی خوشحال شدم زحمت کشیدین و این موضوع رو یک بار دیگه به بحث گذاشتین که هم بشه کمبودها رو دید و هم بشه نقطه قدرت ها رو دید و به ویژه در این شرایط امروز که الان دو قطب چپ و راست جامعه حول منشورهایی دارن خودشون رو سازمان میدن، بالاخره سمپاتی خودشون اعلام میکنن و جهت و قطمای خودشون رو معلوم میکنن. واقعیت اینه که همچنان که خود این تشکل ها گفتن در مورد این منشور، این حداقل هایی هست که در بطن خودش همون مقدمش داره میگه، میگه که ما با اتکا به جنبش های اجتماعی حق طلب میخوایم به جامعه ای برسیم بالاخره بدون تبعیض، بدون ستم و با آزادی که جامعه احتیاج داره. به هر حال وقتی میگی بدون تبعیض و جامعه بدون ستم و عملا بحث بر سر این هست که ما نوبت ماست این بار و هیچ نوع دولت یا حکومت یا از بالای سر خودمون دیگه نباید بپذیریم و نمیپذیریم، نشون میده که قدم این حرکت کجاست. در مقابلش یه منشوری میبینیم که تمام اتکاش به اینه که دل دولت‌های غربی رو به دست بیاره که اینا رو کمک کنه و خطابش اساساً به دولت‌های غربیه. منشور تشکل‌های صنفی و مدنی اولا از دل همین اعتراضات خیابانی در اومده، پاسخی هست به نیازهای این جنبش جاری در جامعه ایران و در عین حال افق و آینده این مرحله از اعتراضات و جنبش‌های اعتراضی رو داره معلوم میکنه که به کجا باید ختم بشه تا بستری آماده بشه برای اون جامعه‌ای که بدون تبعیض و بدون ستم با جامعه آزاد و مرفه بتونه برپا بشه. طبعا در مورد مسئله زن تو این منشور کمبود هست، معلومه هست، بخاطر اینکه عملا ما میبینیم فعالین زن و فعالین جنبش برابری طلبان زنان یه منشوری ویژه این مسئله که مسئله زن و چطوری باید دید و مطالبات زنان تو چه سطحی هست و تو چه سطحی باید باشه، باید این دوتا رو کنار هم گذاشت. به نظر من طبعا نمیشه تو یک منشور خیلی از مسائل هست که بگنجه، چون اینقدر مطالبات مردم تلمبار شده طی قرنها و طی مخصوصا دو سه تا رژیم 100 سال اخیر تو دوران مدرن، واقعا همشون نمیشه توی منشور گنجوند و اگر با دقت کسی بخواد همه نیازمندی ها و مطالبات رو کنار هم بذاره یک کتاب قطور میشه که شاید بعدن بشه اسمشو گذاشت قانون اساسی این کشور. ولی پایه ها و جهتگیری و قطبندی این منشور هم در عرصه مسئله زن و هم در عرصه های دیگه تو جامعه نشون میده که اتکاش به جنبش های اعتراضیه و اساساً مسئلهش اینه که یه پرچم اعتراضی رو بلند کنه و جامعه حول این پرچم اعتراضی یه پرچم مبارزه برای خواسته و مطالبات شکل بگیره و اتکاش به خود همین جنبش هاست.
برعکسش منشوری رو میبینیم که الان این 5-6 نفر از جنبش های دیگه و اساسا میشه گفت از جنبش راست پرو غرب بالاخره سر برآورده، اتکاش به دولت هاست و خواهش و تمنا از دولت ها این کار رو بکنن اون کار رو بکنن، اگر اینا این کارا رو بکنن براشون تازه اون موقع اینا برمیگردن در ایران مثلا یه شورای رهبری قولشو دادن درست کنن و خودشون ظاهرا تو اون جایگاهن و بالاخره اینکه بتونن نظم و دستگاه سرکوب موجود رو حفظ کنن تا بتونن اون سیستم مورد نظر دولت‌های غربی و بانک جهانی و به هر حال نیازهای سرمایه این دوره رو جواب بدن. هم غم منشور این 6 نفر دور این مسئله میچرخه، در صورتی که خود این منشور چه در عرصه مسئله زن چه در عرصه های دیگه اجتماعی داره میگه این پرچم مبارزه جنبش های در خیابان، جنبش های اجتماعی و این باید براش تلاش کرد و این حداقل ها برای این دوره جواب به این نیازه و به همین اعتبار در مقابل منشور راست و به نظر من ضد انقلابی این 6 نفر قرار میگیره. در حقیقت میشه خلاصه کرد در 2 جمله من پایان بدم به بحثم، یک منشور برای جوابگویی و پاسخگویی به نیازهای این دوره جنبش انقلابی مردم و یک منشور برای هرس کردن به کجراه بردن و خطاب نه به مردم بلکه به دولت‌ها و طبقات دارات اون جامعه که اساساً همه این کارا را میخواد از یک طریق پیش ببره. این بخش بورژوازی خارج کشور قرار با اون بخش داخل کشوری که عمدتاً بخش ناراضی حکومتن به هم وصل بشن و سر انقلاب رو ببرن و به اهدافشون برسن. این تفاوت بنیادی هست که بین این دو منشور وجود داره و به نظر من باید به همین اعتبار نگاش کرد. مرسی. مرسی محمد جان. به ستار عزیزم من خوش آمد میگم، مرسی که به جمع ما ملحق شدی. رفقایی هم که صحبت کردن گزینه رفتن به پایین رو انتخاب بکنن که استیج رو بتونیم کنترل کنیم. من در پایان صحبت محمد آسنگران اشاره‌ای که داشت روی اینکه در واقع بین این 6 تن منشور اینها و داخل، موقعی که میرحسین بیانیه منشور خودش رو داد من اونجا نوشتم، امروزم تکرار کردم که در شبکه‌های اجتماعی به احتمال خیلی زیاد ما شاهد این اتحاد بین این منشور 6 تن و میرحسین خواهیم بود و به اعتقاد من فائزه هاشمی، مسیح علی نجات و حامد اسماعیلون چسب و قلوی این دو خواهند بود که بتونن از داخل و از خارج فشار بیارن که در واقع سر انقلاب رو ببرن. این چیزی که من میبینم، ولی به هر حال باید دید.